درود بر شما عزیزان، امیدوار هستم که جور و صحت باشین، هر جایی باشین آسوده و آرام. خواستم خیلی کوتاه امروز خدمت شما عزیزان بیایم، سلام علیکی روزانه، و خواستم یکی از نکات دیگری جنایت طرزه خدمت شما عرض کنم. دیروز تقریبا چندین ساعت روی برنامه های کرزای و مصاحبه هایی که در خارج کرده تقریب میکردم و به دنبال یک برنامه بودم که ایشان در سال 2009 با لاری کینگ، یکی از شومن های خبرنگار های امریکایی داشت، و در اونجا روی موضوعی که اگر به یاد داشته باشید و سکس داشته باشن و حق زن کاملا گرفت، و در روی خبرنگار ازش پرسان میکنه که آقای کرزای، ما دولت آمریکا و غرب از تو حمایت میکنن به خاطر دموکراسی، و تو چطور همچی جنایت را مرتکب میشی و همچی قانون را امضا میکنی؟ ای خود خلاف تمام پرنسیپ های انسانی و علل خصوص در دموکراسی جای نداره که توی کار کردی. آقای کرزای با یک چشمک زدنش به آقای لاری کینگ میگه که wait a minute I do have an answer for you، ما برای تو یک جواب دارم. لاری کینگ میگه خب حتما یک جواب خیلی درست حسابی یک قانع کننده داره. میگه که جواب شما چی هست؟ میگه که وقتی که من یک قانون نامه رو امضا کردم ایره نخونده بودم. لاری کینگ خنده میکنه که تو چطور یک رئیس جمهور کشور هستی یک قانون خیلی مزخرف رو تو امضا میکنی و میگی که ما ایره نخوندیم؟ آقای کرزای حتما برنامه ما رو میبینه، برادرهایش میبینه، دوستای باندش میبینه، باند آقای کرزای میبینه. من کوشش میکنم که هر وقت موقع پیدا کنم یکی از جنایت ازیره برای شما یادآور شم که شما بفهمین که یک معلم انگلیسی سر شما 9 سال چی کار کرده، چی جنایت باد از او کرده. شما برین در مصاحبهش ببینید که خودش میگه من طالب دعوت کردیم، خودش گفته که ما اینا را در قدرت خواستیم، خودش گفته که من غیر مستقیم با ملا مادمر در تماس هستم. برین ببینید ویدیوهایش هست، حرف خودش هست. در 20 سال اخیر تمام بدبختی و امیدهای مردم ما را یادم نیست کرد. یک آدم مریض، یک آدم شیاد، یک آدم صدها انسانی که بر صداقت خواسته بودن که مبارزه کنن هست با این گفت و نام بدشان ساخت با تبلیغات من. حال یک سوال دارم از شما عزیزان، همون کسان، همین خانم های مثل شکریه بارکزای، مثل این شنکه کروخیل از گروخیل از مروخیل از ولل رو بفهم، مطالق معنایش هم نمیفهم، و یه رازی منگل و یک قد بخچه که دست ناورده بود، یک مریض دیوانه رو کمشه به کرزای رای بده، و ده ها زن دیگی که در این دوره کرزای بودن، اینا چرا اعتراض نکردن؟ اینا چرا از حق و حقوق زن دفاع نکردن در یک حکومتی که نظام بود پایه هاش با بلیون ها دلار، گفتش های به تریلیون دلار کمک های کرد؟ به خاطر که همه ایشان پول می گرفتن به نام وکیل های 10,000 همیشه کرزای 10,000 دلار بر هر موضوع بر اینا روان میکرد که بیره تایید کنن. خانم شکره که بارکزای می فهمن رازی منگل و تمام وکیل های پارلمان و زمان بنام وکیل های 10,000 دلاری مشهور هستن توسط کماندان الماس برای اینا داده میشه. از داخل هر پول هایی کشم، اون پول هایی که از ایران نمیده، از اوجه نمیده، از امریکا
در دفتر خود آقای کرزای یک بانکت دیگه داشت که این پول های جنایت ها برای جنایت که میگرفت که بازم اینا را به تو حتی آقای کرزای اگر یادت باشه ما در ولایت فرا بودیم که خودت آمدی اما انتحاری که در ولایت فرا شد با 250,000 دلار کش به خاطر بتونی مردم فرا را دیگه خاموش بسازی امو عصبانیتشان و برای کسایی که پدرشان مرده بود 2,000 دادی و برای کسایی که زخمی شدی 1,000 برنامه اما تو نمایشی درست کردی و رفتی و کنه مردم فرا خیسته بودن و اگر یادتم باشه امو نامه را که مردم فرا امضا کرده بودن با 100 نفر امضا که کاپیش پیش ما هست ما برای یاور توسط فرید احساس فرستادیم که مردم فرا از تو تقاضا کردن که آقای اخپلواک هر چیز زودتر از اینجا بکش و چون آقای اخپلواک هنوز پول کافی درست نکرده بود در ولایت فرا یک ماه برش موقعی بدید که برای باید داری یک ماه موضوع و تمام انتحاری ها را از پکتیا و خوست آقای اخپلواک آورده بود در داخل ولایت برشان جای داده بود از این دروازه ولایت برآمد اونجا محکمه و اینا را زد از کدام رای دور که آمد از پاکستان از قندهار جای ترکه نمونده جای به جای کرده بودش همین آقای اخپلواک همین آقای اخپلواک که حشمت غنی گفت که درایور ما بود زیر والی ساختی در ولایت فرا تو آنقدر جنایت کردی در حق این ملت که نابخشیدنی است و باید نکنش دوستان عزیزان این یک یادآوری دیگری بود شما میتونید که در برنامه ها یا مصاحبه های آقای کرزی این شایعات با در خارج ببینید که همش به زبان انگلیسی است حتی با زبان انگلیسی اینا صحبت میکردن که مردم خودش نفهمد که اینا چی میگن مگر تمام افغانستانی ها زبان انگلیسی بلد هستن و خارج اینا میاین کرزای غنی با انگلیسی صحبت میکنن و مردم نمیفهمد که جناور در موبایل امریکا در غرب چی گفت باید به زبان خود صحبت کنید که اینا ترجمه کنن که مردم هم بفهمن این دیگر جنایتش به هر صورت اینا همه ثبت تاریخ می باشه جز تاریخ می باشه عزیزان امیدوار هستم که به حال بیاییم باز فریب این مقامت دروغی را نخوریم باز معذرت می خواهیم مقامت می گم افهم می خواهیم این لوی جرگه دروغی را نخوریم که باز لوی جرگه و لوی جرگه اینها به هر شکلی میان شما را فریب میتن مردم را فریب میتن و اونو یک هدف دارن پشتونستان سازی محمد گل مومن هاشم خان بقایایش داود خان پیش بود دکتر نجیب الله کودتا کتر ببرک کارمند آقای کرزی آقای غنی این یک هدف دارن طالب دور اول طالب دور دوم بیدار شویم بفهمیم دوست دشمن تانه بشناسیم دست به دست هم بدیم و هیچ جنایت کارای قرن محکمه کنیم راهای غنی و کرزی و بانشان درود میفرستم بر همه شما هر جای هستیم صحت کامل باشید تا برنامه بعدی خداوند یار و مددگار باشید